ای دانایان امم، از بیگانگی چشم بردارید و به یگانگی ناظر باشید و به اسبابی که سبب راحت و آسایش عموم اهل عالم است تمسک جویید. این 34 قسمت از فصل سوم جستجو هست و من مونا خانی به اتفاق همکارانم در تیم فنی و نویسنده و کارگردان برنامه در خدمت شما هستیم تا این برنامه رو تقدیمتون کنیم. آقا این قافله عمر عجب میگذره ها، باورتون میشه دوباره دنیا داره به کنترلش یه عدد دیگه اضافه میکنه و انقدر راحت و عادی این شماره ها عوض میشه که از فردا انگار یه عمر همه جا دارن میگن 2012. هر سالی هم که شروع میشه روز اول اون سال که همون 11 دی خودمون هست، به امید اینکه سال جدید سالی پر از صلح و محبت باشه اون روز و روز جهانی صلح میگن. اما حیف که هر سال دریغ از پارسال. گرچه که فعالیت های بشر دوستانه و صلح‌آمیز هر روز بیشتر میشه و ما آدم ها هم اهمیتش رو بیشتر میبینیم، اما اختلاف بین دولت ها و تواناییشون توی پیدا کردن تسلیحات جنگی ماشاءالله هر روز بیشتر میشه. اما ما تو جستجو و مطمئنم شما تو خونه هاتون امید داریم که صلح در سال 2012 برقرار بشه و سالی باشه پر از صلح و آشتی و حل مشکلات. معمولا اول هر سال از همه خواسته میشه که یه نگاهی کنن به گذشتشون. دریچه جستجو هم نگاهی داره به اونچه در جستجو جهان اطرافش گذشت. پس از سالها فعالیت در قالب برنامه جستجو، در آبان ماه سال 89 تصمیم گرفتیم فصل نوینی در دفتر جستجوی خودمون باز کنیم و به این ترتیب فصل دوم جستجو رو با همکاری دوستانی از دور و نزدیک شروع کردیم. معرفی میکنم، جستجو شما، شما جستجو. میشناختید؟ نه این جدیده، قبلا ندیدید. این جستجو با شماست، نه برای شما. خودتون بگید چی دوست دارید. سینما، تئاتر، مسائل مربوط به حقوق بشر، موسیقی یا فعالیت‌های خدماتی. چی؟ آهان، اونم باشه به موقعش. جستجو با یه عالمه حرفای جدید، با کلی همراه و همکار که در جستجوی یه چیزن. اگه گفتی چی؟ پس به زودی با جستجوی جدید در نوین تیوی همراه ما باشید. و در کنار همه اینها مسائل مورد علاقه جوانا رو مطرح کردیم و از زاویه دید اونها و از دریچه چشم یک جوان بهشون نگاه کردیم. حرف تو حرف منه، حرف منم حرف همه هست. جستجو در جستجوی حرفای من و توه. ازدواج، عشق، هنر، تحصیل، خدمت، مد. من دنبال شمام، شما دنبال چی؟ حقیقت، آرامش، آزادی؟ و بالاخره در شرایطی که جهان ملتهب بود تصمیم گرفتیم با همه دشواری ها در کنار مسائل مورد علاقه جوونا و در کنار تلاشی که برای شناسوندن فعالیت های موفق دوروبرمون داشتیم به مسائل جاری دنیا هم نگاهی بکنیم. و به این ترتیب فصل سوم جستجو رو در اواخر اردیبهشت ماه سال 1390 شروع کرد. سلام، این فصل جدید جستجو هست. بعد از 21 برنامه در فصل قبل، حالا فصل سوم شماره 1. در طی این راه جهانی رو که یک روز به عنوان جنگ با تروریسم به خشونت دست زد و به نوعی خودش هم سهمی در ترور و کشتار داشت به نقد کشیدیم. سرنوشت محتوم دیکتاتورها رو نشون دادیم و گله کردیم که چرا رفع خشونت با خشونت همراهه. از مسائل جهانی از این دست گفتیم تا نگرانی برای خشک شدن زاینده رود و دریاچه ارومیه، از نگرانی برای فعالان حقوق بشر، دانشجوها و وکلا گفتیم تا فشاری که بر زنها و اقلیتها روا میشه. و در این لحظات بیم و امید از همه چیزهایی که فکر میکردیم دغدغه های یک جوونه حرف زدیم. مزایای شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک رو برشمردیم و تلاش کردیم نگاه مثبتی به اونها داشته باشیم تا شاید نگرانی بعضی بزرگترها کمتر بشه. با هم تجربه سفر رو داشتیم. اگه یه روز بری سفر، توی دفتر خاطراتمون اونا رو ثبت کردیم
بدون هیچ تعارفی، با اعتماد به نفس تمام پرسیدیم که چرا ادیان توی مسائل غیر روحانی هم دخالت میکنند. آرزوهامون رو برشمردیم و اونا رو تبدیل به اهدافی دست یافتنی کردیم. امیدوار بودیم هیچ رسم دست و پاگیری توی دنیا نمونه و تفاوت‌های نژادی و مذهبی، حتی تفاوت نسل‌ها، خودشون عاملی برای زیبایی بشن نه اختلال. با همه محدودیت‌ها ریاست و جاه طلبی رو به نقد کشیدیم و هر نوع دروغ مصلحتی رو برای هدف‌های خوب، برای رسیدن به نظم، حتی برای خدمت ناپسند دیدیم. عشق به مطالعه رو نشون دادیم و گفتیم که این حقیه که برای خیلی از دانشجوها، از جمله دانشجویان دانشگاه بهایی، محترم شمرده نشده. از سالمندان به نیکی یاد کردیم، ولی از اونا خواستیم تا همراه جوونا باشن. افراط رو در دعا کردن، در غیرت به خرج دادن، حتی در کسب علم و ثروت تاب نیاوردیم و تنها رسیدن به اعتدال رو دلیل افراط دیدیم و بالاخره کمال و ترقی خودمون و دیگران رو ملاک خوب و بد رفتار پیدا کردیم. همراه با انجیو ها و همه اونهایی که کاری برای آبادانی دنیای اطرافشون میکنن شدیم و به عنوان یک رسانه سعی کردیم در عین بی‌طرفی به همه عقاید احترام بذاریم و در تلاشیم تا در همه شادی‌های شما شریک باشیم و از کریسمس اونو شروع کردیم و حالا به آینده چشم دوختیم. دو برنامه ویژه رو با هم برای شهادت حضرت باب و همینطور پایان حیات جسمانی حضرت بهاءالله برگزار کردیم و از دور و نزدیک سعی کردیم هر کسی فعالیتی میکنه برای تکامل بشر با شما در میون بذاریم، البته تا اونجا که از دستمون برآمد. این کارا رو کردیم تا هم تشویقی باشه برای این افراد، هم به کار اونها اجر نهاده باشیم و بنا به رسالتمون شما رو هم در جریان این نوع کارها قرار بدیم. از تئاترها گفتیم، از فعالیت‌های انسان دوستانه، از فیلم‌هایی که در این راستا ساخته میشه و از آدم‌هایی که تو این مسیرها گام برمی‌دارن. گزارش کنفرانس‌ها و فعالیت‌های هنری رو به اطلاع شما رسوندیم و این همه رو با شما انجام دادیم. مطمئن بودیم که رسالت ما فقط اطلاع رسانی و بس. شمایید که قضاوت می‌کنید و شمایید که حقیقت رو پیدا می‌کنید و شمایید که اتفاقا توی این راه ما رو دلالت میکنید. دریچه ای رو که گشودیم فقط راهی بود برای اینکه بهتر ببینیم و بهتر بشنویم و در هوایی تنفس کنیم که هیچ اجبار و پیش‌داوری در مقابل ما قرار نگرفته باشه. این دریچه اگرچه روزنه ای بیش نیست، اما امید داره که به سمت آزادی باز باشه. در ادامه این مسیر همچنان همراه ما باشید. هنرمندای کشورمون اگه بعضیاشون نتونستن تو کشور خودشون کار کنن، الحمدلله اینور دنیا با همه مشکلات بیکار ننشستن، با اینکه شرایط کار اینور براشون خیلی سخت‌تره. با این وجود از موفقیت‌های خانم تسلیمی شنیدیم مدتی پیش، از شهره آقداشلو شنیدیم که تو عرصه‌های بین‌المللی به موفقیت‌های رسیده، خانم گلشیفته فراهانی و خیلی از کسای دیگه‌ای که شاید الان تو خاطرم نیست، اما به همه‌شون افتخار می‌کنیم و تا اونجا که تونستیم با بعضی‌هاشون مثل خانم بیزایی و خانم یزدانی گفتگوهای کردیم. امروز هم تماسی داریم با یه دوست و همکار خوب که تو عرصه‌های سینما و تئاتر کشورمون چهره شناخته شده هست، خانم شبنم طلویی که نویسنده و کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر هستن و بارها برنده جوایز فیلم فجر شدن.
جایزه اول بازیگری زن رو بردن و جایزه دوم نویسندگی رو در جشنواره 14 تئاتر فجر، جایزه دوم بهترین کارگردانی در جشنواره 21 تئاتر فجر رو بردن و جایزه اول بازیگری زن در جشنواره 22 تئاتر فجر. امروز با شبنم هستیم تا از تئاتر اخیرش با هم گپی بزنیم. شبنم جان خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها حالا حتی اگه شده از طریق اسکایپ هم میتونم ببینمت. منم خدمت شما و بینندگانتون عرض احترام میکنم. هر کدومم توی نقطه جهانی، برای اونایی که زمان روز هست روزشون بخیر، برای کسانی که در وقت شامگاهی هستن شبشون خوش. ممنونم، مرسی. بهت تبریک میگم بابت روی صحنه بردن موفق نمایش اخیرت رقص پاییزی. ببخشید اول فقط یه توضیح بدم که هم من یه ذره دارم میلرزم به خاطر اینکه اینجا خیلی سرده و همین که خیلی رنگ پریدم و صورتم یه خطوط عجیبی توشه. این گریم کاره، گریم کردم آماده شدم برای صحنه. همین، ببخشید اگه یه ذره هم شکل و شمایلم عجیب غریبه، همجور دارم تکونای ریز میخورم. اصلا نگرانش نباش، ما تو رو خیلی هم خوب و خوشگل میبینیم. حالا به ما بگو که چرا بیشتر نقطه نظر تو نمایشات خانوم ها هستن؟ اصلا این برداشت من درسته؟ والا در جواب این سوالتون باید بگم هم بله هم نخیر. توی این نمایش آخر رقص پاییزی، بله، محور زنا هستن، ولی بستگی داره به نمایش. نه، من هر چیزی که منو تحت تأثیرم قرار بده میتونه مسئله زن باشه، میتونه مسئله انسان در کل باشه، میتونه مسئله کتاب باشه، هر چیزی. در نمایشی که الان در آلمان به صحنه دارم اسم بهمن بغداد، مسئله رابطه انسانی خیلی مهم است و خب طبیعتا رابطه انسانی اینجا اونجا در واقع مسئلهش میشه مسئله رابطه زن و مرد. یا در نمایشی که در ایران کار کردم، آخرین کاری که من کارگردانی کردم اسم قهوه تلخ، مسئله نسل جوان، نسل سوم بعد از انقلاب به طور کلی مطرح بود دیگه. زن و مرد بودنش خیلی فرقی نمیکرد، که اتفاقا تعداد شخصیت‌های غالب اونجا بیشتر مردا بودن، ولی خب تو این کار بله محوریت با زن ها هستش. از نشون دادن این سه تا شخصیت متفاوت چه هدفی داشتی؟ نمیدونم، حالا وقتی که بعد سوال میکنید که چه هدفی رو داشتی دنبال میکردی، شاید اینجا این بر خود منو مطرح میشه که چه هدفی رو داشتم دنبال میکردم و همجور بلند بلند فکرهایی که به ذهنم میرسه میتونم بگم با شما در واقع تقسیمش بکنم. چون وقتی که آدم داره مینویسه طبیعتاً فکر نمی‌کنه من دارم مینویسم که برسم به این هدف، مگه یه کاری باشه که سفارشی باشه، ولی یه کاری که خیلی خودجوش یه دفعه میزنه از توی آدم بیرون، خیلی آدم دنبال هدف خاصی نیستش. بعد اون وقت می‌بینه که آها اینم داشته میگفته، آها اینم پس زمینه ذهنش بوده، اینم بوده، اینم بوده، جدا از قصه‌ای که داره میگه و خودش در اون لحظه حواسش نبوده. شاید بتونم الان همینجوری پاسخ شما رو در لحظه بدم، اینه که این یه دایره بسته است. یعنی در این سالهای اخیر که لااقل ببخشید من میشناسم و زندگیش کردم از طریق دیده های خودم یا از طریق شنیده هام، سه مقطع مختلف، سه طبقه مختلف اجتماعی، هر کدوم به عنوان نمونه نوعی، همه اینها، این سه نوع زن در واقع یک آسیبی دیدن، آسیبی دیدن از این، از فقر و از فشارهای سیاسی و اجتماعی که وجود داشته و اینها این بار رو دارن با خودشون هر کدوم به نوعی میکشن. یکی اونی که در زندان هست امروز، یکی اونی که اومده بیرون و داره خودش رو جای کسی دیگه جا میزنه که پناهندگی بگیره، و کسی که سالهاست که در خارج از ایرانه و تجربه تلخ به زندان رفتن و آزار دیدن رو در سالهای دهه 60 در واقع در کشور خودش تجربه کرده. همین این هدف شاید اینه که هممون زخمی هستیم، بدون اینکه حتی بخوایم روی زخمون تاکید بکنیم و یه جاهایی میزنه بیرون. فکر میکنی این فعالیت ها خارج از کشور چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
ببینید تاثیر در چه زمینه ای؟ برای اینکه فکر میکنم که وقتی که آدم کار میکنه و تو خونه خودش نیست، همین در سال شما هست در خارج از کشور داره کار میکنه، اولین تاثیر یه تاثیر شخصیه. یعنی اولین اتفاق اینه که من دلتنگ میشم برای خودم، برای اون تصویری که از خودم دارم، تصویری که تو ذهنم ها از اون شبنمی که جدا از کارهایی که امروز داره میکنه در خارج از کشور، کارهای روزمره، کار حرفه‌ای که داره انجام میده، تصویرم از خودم اینه که خودم رو باید رو صحنه ببینم. برای اینکه عادت کردم به اون شکل زندگی، خب بنابراین یه کاری می نویسم میام باهاش بعد از چند سال میرم رو صحنه، اولین تاثیرش اینه که حال خودم بهتر میشه، برای اینکه دلم برای تماشاچی تنگ شده، برای تماشاچی فارسی زبان، برای تماشاچی هموطنم که حالا دست بر قضا تعدادشون خیلی زیاد شده در این سالهای اخیر، مخصوصا در همین کشور فرانسه و در شهر پاریس. بنابراین یه تأثیر رو مخ من وقتی دنبال آرامش خودم میگردم با این درد دلی که میخوام با تماشاچی بکنم، یه تأثیرم طبیعتا رو اون میذارم دیگه، یه دیالوگی بین ما برقرار میشه، یه چیزی من میدم و یه چیزی متقابلا از اونا میگیرم، شاید اونا بیشتر به من میدن و من کمتر بهشون چیزی ارائه میدم، قشنگیشم همین. و یه تأثیر دیگه هم میتونه داشته باشه غیر از این دیالوگی که بین تماشاچی و بازیگر روی صحنه انجام میشه، اون تأثیری که تو خونه ما در ایران داره. من این نمایش رو در دوتا اجرایی که هفته قبل داشتم و گزارشش تهیه شده بود رو فیسبوک بود و اینا، خیلی بازتاب قشنگی برای من داشت، مخصوصا از دوستایی که توی ایران هستن، خیلی خیلی زیاد و خیلی تاثیرگذار. یه چیزی اونجا فقط دیدم که بیشتر از همه اون کسایی که به من خیلی محبت کرده بودن خیلی خیلی من احساساتی کردیم، بود که دیدم یه نفر، یک جوان تئاتری اومده و این گزارشی که از کار من تهیه شده بود توسط یکی از رسانه‌های خارج از کشور، اینو به قول معروف شیر کرده بود روی صفحش و یه چیزی نوشته بود به این مضمون که بیشتر از این که بخوام به شبنم طلوعی فکر کنم و این نمایش رقص پاییزیش، وقتی این کار رو میبینم به این فکر میکنم که یعنی آیا یه روزی ما هم میتونیم اونجوری که دلمون میخواد لباس بپوشیم و اونجوری که دلمون میخواد اون حرفی که دلمون میخواد بزنیم در حالی که تو خونه خودمون هستیم. و این برای من خیلی قشنگه، یعنی فکر کردم که یه کاری که من اینجا از سر دلتنگی اومدم کردم و بردم روی صحنه، میتونه رو اون کسی که داره توی ایران کارشو شروع کرده و کار صحنه میکنه این تأثیر رو بذاره که فکر کنه که آره منم دوست دارم یه روزی اون مدلی که دلم میخواد بدون چیزی که بهم تحمیل میشه حرفامو بزنم و حتما یه روزی به این میرسه تو همون ایران. من خیلی خوشحال شدم برای موفقیت های بیشتری رو در عرصه های بین المللی و همینطور در ایران آرزو دارم. خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم که تو برنامه‌تون منم دعوت کردین. ببخشید از این شکل و شمایل من و از این که همین خیلی خیلی سرده و میلرزم. موفق باشین هم شما هم بینندگانتون. روزتون خوش، شبتون بخیر. نخیر ژورنالیست نبودم آخه، اصلا ژورنال نمیذارم بیاد تو ایران که اون برده های مدم که یواشکی میومد تمام رو سر سینه مانکنا رو میشستم با ماژیک سیاه میکردم، رو همین اصلا نخیر ژورنالیست نبودم. خبرنگار چرا خبرنگار والا با هر جا که فکر کنین دیگه. مشته خوابیدی؟ تو میگی همه منو میبینم؟ اگه تو اخبار پخش بشه چی؟ همه اخبار رو نگاه میکنن، خالم اینا نگاه میکنن، بچه های روزنامه نگاه میکنن، همسایه همون نگاه میکنن. خوشبالت، تو چقدر راحتی. من نگفتم بیخیالی، گفتم راحتی، حرف بدی زدم گفتم راحتی. آخه خوابم نمیاد. مجده باشه یه دقیقه بیا بالا، نه بیا بالا بشین میخوام با حرف بزنم. من عاشق اینا هم.
جونم یه دقیقه چی؟ میتونم بشینم؟ یه نفس عمیق بکشیم. اوکی اوف اوکی اون باید دانسی اون دسته میزد چکونه تنیزی کنم؟ بابام چیوه؟ چیوه؟ اوکی علی بوزت خیلی جستجو. راه های تماس ما هم هنوز همون است، اصلا عوض نشدن، همون شماره تلفن 001-647-429-2052 و ایمیل jostoju@novintv.org. از طریق فیسبوک و یوتیوب هم میتونید نظراتون رو برای ما بنویسید و ما هم ازشون استفاده میکنیم. خب خدا نگهدارتون تا همیشه و منتظرتون میمونم حتی تا سال بعد.